خب بریم سراغ سوال 96. یک سوال از مبحث نیرو گفته اگر دو نیروی مخالف به یک جسم به جرم 10 کیلوگرم وارد شوند، شتابی به اندازه A ایجاد می کنند. اگر این دو نیرو به صورت همجهت به جسم وارد شوند، اندازه شتاب آن 40% افزایش می یابد. اندازه نیروی کوچکتر بر حسب A کدام است؟ خب بچه ها نگاه کنین، توی این سوال ما باید اول یه شکل بکشیم. خب حالت اول، من یه F2 دارم، یه F1 دارم، خلاف جهت دارن به هم وارد میشن و از فرمول سیگما F مساوی MA، سیگما F یعنی چی؟ یعنی برآیند نیروها، برآیند نیروهای من هست F2 منهای F1، فرض میکنم F2 بیشتره، فرق نمیکنه، F2 منهای F1 مساوی MA 10A. خب حالا حالت دوم، پس این شد حالت اول. حالا حالت دوم این شکلی میشه که هم F1 این وریه هم F2 این وریه. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ از سیگما F مساوی MA میشه F1 به علاوه F2 مساوی هستش با 10 برابر. خب 40% میگه زیاد میشه، آه به علاوه 0.4 آ که 40% آ میشه 0.4 آ. خب این میشه چی؟ میشه 1.4 آ که 10 برابرش میشه 14 آ. پس F2 منهای F1 میشه 10 آ، F1 به علاوه F2 میشه 14 آ. حالا چیکار میکنیم؟ میایم در واقع این دوتا رو مثل یک معادله دو معادله دو مشهول حل میکنیم. از اینجا من با رنگ آبی بنویسم که خورده بهتر مشخص باشه. خب من میتونم از این نتیجه بگیرم که F2 مساویه با 10A به علاوه F1. خب حالا تو این فرمول پایین به جای F2 اینو میذارم 10A به علاوه F1، یعنی F1 به علاوه 10A به علاوه در واقع F1 مساوی میشه با 14A. خب از این چه نتیجه میگیرم؟ F1 و F1 میشه 2F1 و 10A رو میبرم اونور میشه 14A منهای 10A که میشه 4A. پس از اینجا F1 میشه چی؟ 2A. F1 میشه 2A و چون در واقع F2 هست 10A به علاوه F1، F2 میشه چی؟ 12A. به من گفته نیروی کوچیک کدومه؟ خب نیروی کوچیک F1 که 2A شد. پس جواب ما توی سوال 96 میشه گزینه 2.